من زور ندارم، من از صحبتو قوی ترم که همونجا منو جب گرفت، خودمو گرفتم یه چاقو کردم تو قلبم. نامردا حتی من دامادم گشتن. ما گفتیم ما ایراداتشو میگیم. هی ایراد گفتیم، هی ایراد گفتیم، یه نکته مثبت هم نگفتیم، بعد سفید دادیم. قرمز بده زیاد صحبت کن. حالا حالا. خیلی ممنون. آقای ربا. هر زمان. آقای ربا. متشکرم. آقای ربا. ممنونم. به نام خدا، سلام و عرض ادب خانم ها، آقایان، بیننده های عزیز شبکه نسیم، تماشاگرای محترم حاضر در استودیو، داورای محترم و عزیز، خیلی خوش اومدید به بگو بخند، بزرگترین مسابقه استعدادیابی در زمینه کمدی در شبکه نسیم، به افتخار خودتون و بیننده هامون. همونطوری که توضیح دادیم و بازم تاکید میکنیم، 80 نفر تو دور مقدماتی از بین کسایی که آثارشون رو فرستادن در زمینه‌های مختلفی که میتونه شما رو بخندونه با همدیگه رقابت میکنن، 40 نفر میرسن دور بعد و بعدم انشالله نیمه نهایی و فینال. امیدوارم که بهتون خیلی خوش بگذره، تا آخرش با ما باشید. خانم آقایون که اینجا هستید، بازم خیلی خوش اومدید. داورای عزیز، مخلص شما هم سلام و عرض ادب. آقای بنفشه خواب. خواهش میکنم، مخلصم. چه پیرن شیکی. زنده باشید آقا، قابل شما نداره. شما ما همسایزیم، میتونم تقدیمتون کنم. دروغ میگی. خیلی خوش اومدی آقا. قربونتون برم. آقای شکیبا. خواهش میکنم. ارادت، یه دفعه از اینا پوشیده بودم همین تیپ. بعد پسرم کوچیک بود، صدرا. ماشاءالله. بابا چقدر بهت میاد این تیپ فاضلابی که زدی. گفتم بابا لجنی میگن، فاضلابی یه چیز دیگه. اتفاقا دو سه رنگ مختلف امروز گفتن برای این. فاضلابی جدیدترینش بود، لجنی هم باز جدید بود، ماشی گفت. من گفتم ماشی. تو ماشی گفت، صدری هم یه نفر گفت. لجنی هم میگم، ولی دیگه فاضلابی رو بچه اشتباه گرفت. فاضلابی رو نمیدونستم. آقای بغنوت، شما نظرتون چیه؟ سلام. من نظری ندارم، شما خیلی خوش تیپ و خوش لباس هستید. قربونت برم. خوشحالم هر روز میبینمت. قربونت برم. خیلی خوش اومدید. به امید موفقیت و خنده برای هممون. خانم نظام دوست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دوست گرامی و عزیزانی که اینجا هستن و بیننده‌های خوبمون. خیلی خوش اومدید. امروز هم طبق روال 5 نفر رو داریم که 2 نفرشون مستقیم میرن دور بعد، احتمالاً یه نفر هم شانس مجدد خواهد داشت. حالا ممکنه یه مقدار این پایین بالا باشه با نظر داورا. همه آماده این؟ بله. این بله آمادگی نبود. آماده این؟ این بله آمادگی بود. بریم بزنید به افتخار خودتون. سلام علیکم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، خوش اومدیم. امشب هم طبق معمول 5 تا اجرا داریم. یه گروه نمایشی که از اصفهان اومدن، قراره تو ژانر وحشت کار بکنن. متفاوته، اینو ببینید حتما. یه گروه نمایش بی کلام داریم که بچه‌های آبادانن، بچه‌های خونگرم آبادان، ارادت دارم. 2 تا استنداپ کمدین داریم که هر کدوم به صورت مجزا از تهران اومدن. اونام کارشون جذابه، معلومه که جذابه. یه نمایش عروسکی هم داریم که ایشون هم از تهران اومدن. اون کاراکتر عروسکی خیلی کاراکتر بانمکیه. ببینید امشب تا ببینیم چی میشه. مخلصم. کیوان جوشنزاده هستم. سلام، منم شایان سلامی هستم، لیسانس کارگردانی آبادانی، در واقع آبادانی هستیم. 5-6 سال کار تئاتر انجام میدیم. رشتم فوق دیپلم عمرانه، هیچ علاقی به رشتم ندارم، ولی هنرم بازیگریه، نویسندگیه و عاشقشم. حقیقتا من برای پولش اومدم و اینکه دیده بشی. من شخصا دوست دارم تو یکی از کارهای آقای محمد حسین مهدویان بازی کنم. منم میخوام برای نولان بازی کنم. ما سال 96 یه کاری کردیم، یه نمایشی بستیم، خیلی اتفاقی همه چیز توی اون کار 21 شد. هدفمون اینه که هنرمون، کار نمایش بی کلام رو، کاری که ما میکنیم، حرفی که ما میکنیم رو معرفی کنیم. شایان کیوان، همه چی حله؟ آره؟ حرف هم میزنی شما؟ آره تو نمایش رو میکردم، بسیم شاید هم به حرف نیفته دیگه. نزنیم؟ نه حرف بزنید، یعنی الان گرمین دیگه. 180 میتونید باز کنید. مطمئن؟ آقا باشیم بسته، بابا باشیم، اگه گرم کردیم پختیم، باشیم بریم، وقتشه. بفرم.
بلو بلو با نه حقیج چکیل Hes. ترمز دست رو نکشیده قیش 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 Terror.
چکیل حقیش چک. Çekil. Ha çek. خدا قوت پهلوان. خسته نباشی دلاور. آفرین. آفرین. خانم آقایان آقای بیژن خان. بذار راحت باشه. نه من احساس کنم ناراحته با من. من دیوونم میگه بذار راحت باشه. آقای بنفشه خواه ببخشید قرمز چرا زدیم؟ مگس بود. قرمز بود. محبت کرد. چهار تا سفید داریم از داورها. داورها که حتما خیلی لذت بردن. تماشاچی ها خیلی خندیدن. بیننده هم توی خونه دیدن هنرنمایی آقا کیوان و آقا شایانو. سلامی جوشنزاده. آخرش میگم بچه‌ای کجان که خوب بخندید. من تا اینا از بچه‌های لژیونر ما هستن تو کار خودشون، یعنی نمایش بی صدا، فستیوال‌های جهانی هم میرن. تخصص ایشون شکستگیه، یعنی همه استخوناش تقریبا تا حالا شکسته. شما چی کار میکنی که ایشون اینقدر میشکنه؟ نه من کاری نمیکنم. اون نیمار اگه دیده باشی، حالا ما آبادانی هستیم. آها بچه‌ها آبادان تمارز میکنه بس. حالا جدی دیگه چون واقعاً تمرینات سختی می‌کنیم. واقعاً تمرینات سختی می‌کنیم. گاهی اوقات واقعاً آسیب می‌بینیم. آسیب‌های جدی می‌بینیم. ولی لذت داره. دردش لذت داره. شما خیلی گلین. به نظر من که عالی بودین، ولی خب زیاد نظر من مهم نیست. پس نه آی بنفش خواه بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی عالی بود. من واقعاً خندیدم از ته دل. یه جایی فکم هم درد گرفت. فقط چهارپایه‌هاتون رو دوست نداشتم. کاش که شما که اینقدر آرتیستین و هنرمندین، یه فکری به حال این چهارپایه‌ها بکنید. مثلا نمیم چوبی باشه، هیچ ایده خاصی ندارم، اما یه خور شیکتر باشه، میدونیم به کارتون نمیومد. متن مال خودتون بود دیگه؟ نه بود؟ بله بله بله. عالی بود، عالی بود، دمتون گرم، خیلی خوب بود. همین. خواهش میکنم بفرمایید شکیبا. خواهش میکنم، این دوتا جوون خیلی درجه یک بودن. خیلی حال کردیم. نکته خیلی خیلی مهم، بدون کلام، بدون لوازم صحنه، اکسسوار، فقط با حرکت، با استادی تمام خندوندنمون. یعنی هم چهره ها خوبه، هم از این میمیک استفاده میکنن خوب، هم از ظرفیت های دیگه‌ای که حالا براشون ایجاد میکنه دانایی بچه ها تو این کار. جمله بدی شد دیدی؟ نه قشنگ بود آقا. نه تایی جمله ها رو گاهی آدم ها نمیدونن چی کار کنن. اونجوری شد آقا بگین است. شما تو استادین ولی ما شما قبول. همان خواهم خسته نباشی. من اگه زنگ طلایی داشتیم حتما براشون زنگ طلایی میزدم. باری کرده. من خیلی سخت میخندم. بیژنم همینجوره چون ما با هم کار کردیم. دیگه گفتن نداره دیگه. من واقعا عشق از چشم داشت میومد. دنباله به خانم نظام دوست گفتم که چیز دستمال کاغذی نداریم. همینجوری هی چشم رو داشتم باید. معلومه واقعا تمرین میکنن. معلومه کارشون براشون ارزش داره. معلومه عاشق کارشونه. و براتون فقط میتونم آرزوی موفقیت کنم. امیدوارم اول شید تو این برنامه. مرسی. ممنون. متشکرم. بفرمایید خانم نظام دوست.
یعنی عالی بودن دیگه. من چی بگم، داورا همه چی رو گفتم، واقعا عالی. یعنی انقدر من لذت بردم و انقدر همه لحظات انقدر شیرین و دوست داشتنی و به دل میشست و اصلا واقعا همه چی اندازه بود. انقدر با هم هماهنگ بودن، توی همه چی با هم هماهنگ بودن و من اصلا فقط لذت بردم. یعنی نمیدونم چی بگم. ما بهترینش، یکی از بهترین ها مستر بینه که مثلا خب خیلی توی این کار استاده و اصلا شما ترکوندین، اینجوری بگم. به نظر من در آینده بیشتر ازشون میبینیم و میشنویم. یعنی به نظر من اتفاق خیلی بزرگی براتون میفته. نه نه خدا خیلی عالی در چهار تا سفید خیلی سریع خیلی محکم خوش اومدین. متشکرم. کیوان، شایان، عبدالله هستم. خوشبختم. خوش آمدید. زنده باشین. بفرمایید. میتونیم بریم. به افتخارشون واقعا. بفرمایید. نمیرم. خیلی ممنونم ازتون. میتونیم بریم سراغ قسمت بعدی. بیننده های عزیز حتما ما رو نگاه کنید از شبکه این هستیم. تماشاگرها هم که احتمالاً خسته نشدن پس یه دست میزنن. اصلا بهتون نمیخوره. نه صادقانه بگم ببین من غلط بکنم، آبادانی ها همه عشقن دوستشون داریم، ولی واقعا فکر نمیکنم بریم به ترکونیم. ولی رفتیم ترکوندیم. هیچ وقت یک کتاب و عروج جلدش قضاوت نکن. اجازه میدی اینو امشب منتشرش کنم؟ نه من میخوام منتشرش. تو منتشرش کن. خودتون فکر میکنی اینجوری بشه؟ آره من فکر میکردم. تو چی؟ خود چیفت ها بابا این تواضع خرج بده. نه دیگه آبادانی ها نه، ولی واقعا نه درمتون گفت این که اینقدر به خودتون مطمئنین و مصمم در کارتون میرین جلو خیلی اتفاق خوبیه. ایشالله که شما دوتون موفق باشید. مراحل بعد دیگه خیلی سخت شده. افشین افشارپور هستم، متولد 68. من کمدی خیلی دوست دارم، خیلی شوخی میکنم، کسی نمیتونه بفهمه کی جدی ام کی شوخی میکنم. اینجا هم که کمدیه دیگه، فکر کنم خوش بگذره، ببینیم چی میشه. من کلا هر کاری میکنم به کسی نمیگم. الانم اینجا هستم، نه خانواده‌ام میدونن نه دوست و رفیقام. داشتم میومدم بیرون، مامانم کجا میری؟ گفتم دارم میام ماست بگیرم. گفت آخه تیپ زدی. گفتم شاید ماست پرچپ‌تر بهم بدن اگه خوشتیپ‌تر. خیلی ممنون، متشکرم. استنداپ کمدین آقای افشین افشارپور از تهران. سلام. سلام. یه روز بابا بزرگم بهم گفت من کشتی پیشکسوت ها انتخاب شدم، مثبت 100 کیلو. الان 95-6 کیلو هم، یه 4-5 کیلو کم دارم. به نظر تو چیکار کنم؟ گفتم به نظر من یه 4-5 کیلو اضافه کن. گفت آفرین گوسفند. گفتم با منی؟ گفت نه گوسفند. بپر سریع یه گوسفند بگی بیا، با گوسفند وزنمو میارم بالا. رفتم گوسفند بگیرم. گفت سلام بفرمایین. گفتم سلام گوسفند. گفت با منی؟ گفتم نه گوسفند میخوام. گفت ما یه دونه گوسفند بیشتر نداریم. گفتم خب منم یه دونه میخوام دیگه گوسفند. گفت یه دونه گوسفند؟ گفتم نه گوسفند آخرشو که با خودت بودم. خلاصه نه هم فهمید من چی میگم، نه خودم فهمیدم چی میگم. رفت گوسفنده رو برداشت آورد. من گوسفنده رو دیدم گفتم بابا این چیه برداشتی آوردی؟ این خیلی لاغره، خیلی ضعیفه، این اصلا جون نداره. گفت چی؟ این جون نداره؟ این زور نداره؟ این از منم قوی تره. که همونجا گوسفنده رو گرفت یه چاقو کرد تو دنبش. گفت ببین انقدر قویه که آخم نگو. گفتم باشه همینو میبرم. گوسفنده رو داد بغلم، گفت ببر اونجا پیش شاگردم واسط بکشه. بردم پیش شاگرده، گفتم تو رو خدا اگه گوسفند چاقو چله تر داری اونو بدی من ببرم. این استاد میگه همینو ببر، این خیلی لاغره، خیلی ضعیفه، این اصلا جون نداره. گفت چی؟ این جون نداره؟ این زور نداره؟ این از من و استادم قوی تره. که همونجا گوسفنده رو گرفت یه چاقو کرد تو دنبش. گفت ببین اینقدر قویه که آخم نگو. گفتم باشه همینو میبرم. گوسفنده رو بردم با بزرگم، گوسفنده رو دید
گفت این چیه گرفتی؟ بره میگرفتی از این چاقتر بود. این خودش فقط باید یه گوسفند بخوره. این خیلی لاغر، خیلی ضعیفه. این اصلا جون نداره. گفتم چی؟ این جون نداره؟ این زور نداره؟ این از منم قوی تره. کم اونجا گوسفنده رو گرفتم یه چاقو کردم تو دنبش. بعدش هیچی، بابا بزرگم خونه نشین شد. من رفتم، مجبور شدم برم سر کار. رفتم سر چهارراه گل فروشی. یه ماشین اومد وایساد، گفتم آقا گل میخواین؟ گفت نه نمیخوام. گفتم تو رو خدا یه گل بخرین؟ گفت نه نمیخوام. گفتم یه گل بخرین دیگه؟ گفت نمیخوام دیگه. اومد شیشه‌شو بده بالا، یه شاخه گل پرت کردم تو ماشینش، خورد به چشش. شاکی شد، اومد پایین، گفت چیکار میکنیم؟ مگه بهت نمیگم گل نمیخوام؟ همون لحظه یه نفر گفت آقا میدون ولیعصر از کدوم ور بریم؟ گفتم میدون ولیعصر از این ور. نگاه کردم دیدم این دفعه انگشتم رفت اون یکی چشش. بعدش شاکی شد، منو برد کلانتری از من شکایت کنه. اومد شکایت نامه رو پر کنه، گفت خودکار داری؟ گفتم نه خودکار ندارم. گفتم جناب سروان یه لحظه بی زحمت خودکارتو میندازی؟ خودکارو پرت کرد، خودکارو گرفتم جیغ زد. نگاه کردم دیدم نصف خودکار رفته تو چشم. بعد منو انداختم بازداشتگاه. بعد چند وقت از تو بازداشتگاه بهش زنگ زدم، گفتم آقا تو رو خدا رضایت بده بیام، من بیام بیرون کار میکنم دیگه، چشات هر چقدر باشه من میدم. که گفت من برادرشم، ما الان تو اتاق عملیم، داداشم داره چشش عمل میکنه. که گفتم تو رو خدا یه لحظه گوشی رو میدی بهش؟ که همون لحظه صدای جیغ اومد. گفتم چی شد؟ گفت زنگ زدی حواس دکتر پرت شد، پنس رو کرد تو چشش. بعدش منو انداختن زندان. من رفتم زندان، بعد دیدم همه گنده گولاخ. گفتم این بچه چیه اومده اینجا؟ این لاغر دماغشو بگیری میمیره، این اصلا جون نداره. گفتم چی؟ من جون ندارم، من زور ندارم، من عصبتون قوی ترم. که همونجا منو جو گرفت، خودمو گرفتم یه چاقو کردم تو قلبم. بعد از چند وقت گذشت، یه چند ماهی دیدم نمیتونم با اینا تو زندان باشم. زنگ زدم بهش، گفتم آقا تو رو خدا رضایت بده من بیام بیرون، من تو اینجا باشم واسه تو پول نمیشه. که گفت من برادرشم، این داداش من چند روز فوت کرده، بعدش من تا دیه چشاشو یه قرون آخرشو ازت نگیرم من تو رو ولت نمیکنم. هیچی، از طرف کالبا چکافی اومدم ما رو بردن قبرستون برای پزشک قانونی. اومدم بریم برای کالبا چکافی ببینیم چشه چقدر خسارت دیده. رفتیم قبرستون و بعد گفتن کدوم قبره؟ گفتن اونی که بالا سرش یه درخته. کندن جنازه رو آوردن بیرون و دکترها دیدن، گفتن ما این اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم چقدر خسارت دیده. بعد داداشه گفت به همین زودی تجزیه شو. گفت نه، چون اون درختی که زدین تو قبرش صاف رفته تو چشش. بعدش گفتم من دیگه هیچی دیگه خسارت نمیدم. گفتن نه. گفتم چی دیگه خسارت نمیدم؟ گفتن نه. اومدم جنازه رو بندازیم تو قبر، داداشا اومد کمکمون کنه، گفت شما کنار وایسا، تو جون نداری. گفتم چی؟ این جون نداره، این زور نداره، این از منم قوی تره. که همونجا داداشا رو گرفتم یه چاقو کردم تو قلبش. بعد الانم در خدمتتون هستم، من با وثیقه آزادم، فقط به این دلیل اینجام چون یه سری چیزا شنیدم واقعا خیلی ناراحت شدم. شنیدم بعضیا گفتن آقای بیژن بنفشه خال لاغر جون نداره، که اگه اجازه بدیم بعد اتمام برنامه بهتون ثابت میکنم از همتون قوی تر. خیلی ممنون افشین عزیز که خیلی هم خیس آب شد. خیلی عرق کردی. بله خسته شدی. خیلی مزاحم شما شد. خواهش می‌کنم. توی راسته آزمایی البته خیلی مسلط‌تر بود، حالا این تشخیص شخصی منه چون من دیده بودم کارشو. خیلی امروز استرس گرفتی فکر کنم، درسته یا نه؟ استرس که داره ولی نمیدونم چه اینجوری شد. ببین یه جور نگاه می‌کنی انگار تقصیر منه شده دیگه. آره ولی خب ما فعلا دو تا رای داریم، حالا شاید دو تا سفیدم داشته باشیم. ضمن اینکه کسی ممکنه که 4 تا قرمز هم بگیره ولی بره مرحله بعد، چون ممکنه حریفاش هم همینجوری باشن. در هر صورت افشین خیلی رو رانندگیش حساسه، امروز هم داشته می اومده یه دعوایی تو رانندگی کرده، عجله کرده، اتفاق افتاده براش، درسته؟ بله بله. میشه بگی برامون؟ من خب رو بوق زدن حساسم، اینا یه نفر از پشت بوق زد، خب
من شیشه رو دادم پایین، اتو ماشین دیدم ماشینش کوچیکه و اینا، فکر کردم جون نداره. ولی برگشتم دیدم نه جون داره. فرار کردم، هر جا میرفتم دنبالم میومد، اتوبان میرفتم، کوچه میرفتم، اینور میرفتم، اونور میرفتم، هر جا بعید نیست الان اینجا هم باشه. بکنم همینو پیازداغشو زیاد میکردی، تعریف میکردی، بامزه تر میشه. خیلی خب، رنگ تو هم داره معلوم میشه. پس بیجن میدم. آره خیلی خب، آقای شکیبا و آقا هومن زودتر رأیشون رو دادن، پس زودتر نظرشون رو میپرسیم. شما دو تا بزرگوارم فکراتون رو بکنید به هر حال دیگه. خواهش میکنم. شما خواهش میکنم. افشین افشارپور عزیزم، اول بگم گاهی مردم فکر میکنن اگه رأی منفی دادی مشکل شخصی داریم. اصلا نمیشناسم افشینو، شاید رفیق خوب همم باشیم حتی بعد از این. اما افشین جان خیلی مسلسلوار و بدون حس متنت رو گفتی، انگار داشتی درس جواب میدادی، حتی یه جاهایی متنت یادت میرفتم، معلوم بود مکس تو اینها. یه خورده ارتباط منطقی توی بخشهای متنت اگر بیشتر برقرار کنی قشنگتر میشه. یه خورده ارتباط منطقیش کم بود. شوخی گوسفنده رو دوست نداشتم. زمانی این شوخی میتونه منطق داشته باشه که خطابی باشه، اینجا خیلی جاها معنی خطابی نبود. مثلا شما با خطاب میگفتی اما میگفت نه، منظورم این بود که باید گوسفند. ببین یه خورده دم دستی شوخیه، ضمن این که من شوخیایی که یه خورده هم توش توهین هست یه خورده باش مسئله دارم دیگه. امیدوارم که به هیچ وجه دست از این کار بر نداری، چون میتونی این کار رو انجام بدی. حالا این اجرات اجرایی بود که نشد اونی که باید بشه. زنده باد، متشکرم. نمیدونم توی این لحظاتی که آقا شهرام صحبت میکردن شما تصویر آقای هومن خان رو داشتید یا نه؟ ولی از سیبیلایی که نداره خون میچه که چرا اینقدر اخم کرد؟ نه، داشتم با دقت به حرفای آقای شکیبا گوش میدادم. با دقت و عصبانی؟ نه نه، زنده باشید. خیلی بد داشتم میگفتم. نه بابا، من هر وقت میخوام دقت کنم یه ذره اخم میکنم به خاطر همون. حالا خیلی خوب بفهم هومن خان، بفهم عزیزم، خسته نباشی افشین جان، انقدر خوب و با انرژی شروع کردی که من گفتم با چقدر چه جای خوبی خواهیم. یه جایی تو یه روندی داری توی قصت، از پیش این میره پیش اون، از پیش اون میره پیش اون، گم میکردی اینو، یه مکسایی داشتی که مینداخت اجراتو. آنچه که تو میگی من تصور میکنم و من یه جایی تو ذهنم پر از نقص عضو و خون و چاقو و من دوست نداشتم دقیقا همون چیزی که آقای شکیبا گفت و نخندیدم اصلا، برای همین قرمز دادم. ولی برات آرزوی موفقیت میکنم. اون شروع تو امیدوارم که در طول اجرات داشته باشی. خانم نظام دوست، خواهش کنم در این که صحبت میفرمایید رنگ بله، مورد نظرم رو بگم، اصلا شروع کنم برای نظر دادن که انشالله که موفق باشین. همین که اینجا حضور دارین و تونستین یک اجرایی رو داشته باشین مقابل داورا، خب این نشون دهنده اون جسارت شماست، نشون میده که شما میتونید یک کاری رو انجام بدین. من به خاطر این به شما سفید میدم. ولی اینکه اولا خیلی متن دردناکی بود، من واقعا حالم داشت بد میشد به خاطر اینکه اون شوخی با گوسفنده منو واقعا اذیت کرد. من خیلی حساسم روی به خصوص حیوانات و اینا، خیلی اصلا وقتی که این گفته چاقونو میزنیم من اصلا حالم داشت بد میشد، چون به خاطر اینکه من به غیر از اینکه حالا اینجا در مقام داور نشستم، به عنوان یه تماشاچی شما رو میبینم، باید با شما همزاد پنداری کنم، بیام توی داستان شما حرکت کنم، اون مسیر رو برم و اینقدر حالم بد با این چاقونو میزنیم تو این چاقونو میزنیم. بعد اصلا بدآموزی داره، متن کلن ضعیف و اصلا اشکال داشت به نظر من، و اجرا هم اینقدر سری و تند بود که ما رو مثلا یه جایی گم میکردیم، مثلا کجا هستی الان، با کی داری صحبت میکنی، پدر بزرگ است، زندان، پلیس است، یعنی همه اینا رو ما میشنیدیم. ولی شما میدونید یک جوری که بود باید حتما بازی هم بکنی اینو، یعنی اینکه زندگی بهش بدی، وقتی داری حرف میزنی، وقتی که داری یک موضوع رو تعریف میکنی باید زندگی توش باشه، یعنی ما بپذیریم که این اتفاقات برای تو پیش اومده. زنده باد، خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه آقای بنفشه خواب. من میتونم معطلم شدیم. من میتونم قبل از آقای بله. بنفشه خواب ببخشید معذرت میخوام. بله. من تنها جایی که خندیدم میدونی کجا بود؟ آخرش که داشت اون خاطره رو
خاطره تصادفش رو تعریف میکرد، ربط داد به این قضیه. بله. من فقط اونجا خوشم اومد. یعنی اینجا ببین اونجا چی کار کردی، اونو بیار توی تمام اجرات. همین. خب افشین جون، منم متاسفانه قرمز میدم. اولا که خیلی انرژیت خوبه، خیلی شیرین میخندی، مودت کلن مثبته. اما از شاید منم طبق گفته های دوستان اصلا شوخی های چاقو و اینا رو دوست نداشتم. میدونی مثلا تو تاموجری یا پلنگ صورتی هم هزار تا بلا سرشون میاد، ولی انقدر خشن نیست، خیلی خشن بود. بعد باز از آقای شکیبا وام میگیرم، یه دوستی اینجا استنداپ میکردن گفتن خیلی مونوتون میگی تو، فکر کنم فقط یه جاش یه ذره اومدی پایین، همه رو داشتی با داد پشت هم تاپ 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 میگفتی، شلیک میکردی. دیگه برات بگم صداقتت قابل تحسینه، این خاطره تصادفی یعنی رانندگی که تعریف کردی، به نظر من گفتم من بهت همون قصه رو اگه تو پیازداغش رو زیاد بکنی همین قضیه رانندگی به نظر من خیلی جذاب میشه. دیگه آن نوشته خودت بود؟ نوشته نه، اینو تازه کمکم کرده بودن. خب این هم به خاطر صداقت است. ببین خندات با مزه است. باز یه چیز دیگه از آقای شکیبا با هم بگیرم، ارتباطت با تماشاچی هم خیلی مهمه. من خودم خندم نگرفت، فقط قسمت آخر که گفتی بیژن قویه فلان خندم گرفت و همون خاطره رانندگیت، ولی مثلا یه تعدادی از تماشاچی ها میخندیدن، شما ارتباطی برقرار نکرد. این خیلی مهمه به قول آقای شکیبا برای استنداپ کمدین. دوستاش بودن اونا. آره دوست زیاد داره. و همین دیگه، خیلی ممنون. و به قول باز دوستان، اصلا ممکنه که شما بشین بهترین استنداپ کمدین ایران، ممکنه هم اصلا از این حرفه خدافظی کنین، شاید هم یه جایی وسطا قرار بگیرین. برای همین اینجا تعیین کننده نیست که چه سرنوشتی برای شما در آینده خواهد اتفاق بیفته. خیلی ممنون افشین افشارپور، با افتخارش خواهش می‌کنم خوش اومدید. زنده باد. منتظر باشم چی میشه دیگه. خب اینم از این، بریم سراغ قسمت بعد و افتخار خودتون. صدف صمدی هستم، دیپلم انیمیشن دارم، لیسانس کارگردانی تئاتر، عاشق رنگ آبی و نارنجی ام، از قرمز و صورتی و مشکی به شدت بدم میاد. حالا ما داشتیم زندگی عادیمون رو میکردیم، یه دفعه سر کله این پسر توی خونه ما پیدا شد. اسمش یشمل خانه، روخانش خیلی حساسه. این همه به من گفتی اووردمت مهمونی بهمون خوش میگذره، این بود؟ اینطوری باید با من رفتار کنن آخه؟ تایی کننده بگچه به من میگه دیگه این ورا پیدات نشه، آخه این درسته واقعا؟ خب ورداشتی یه جا رو سوزوندی، آتیش نشانی خبر کردن، دیگه انتظار رفتار دیگه ای داشتی؟ بابا این سوسول بازی ها چیه؟ یک کوچولو یه جا آتیش گرفته، این همه برخورد زننده باید با من بکنن آخه؟ این درسته؟ باشه خب الان پس میگم که زودتر ضبط تو رو بگیرن، تموم شه از اینجا بریم، بیشتر از این آبروریزی نکنی. ولی من نمیدونم اسیر شدم اینجا با تو، من میگم بیا مشکل تو حل میکنی میری پی زندگی. حله تو الان استرس داری یا نداری؟ من اصلا کاری قراره بکنم که هیچ اصلا تو باغ نشه چی. شما ردیفی؟ هم ردیف میشم. بله بله. تا حالا همچین صحنه ای رو داشتین؟ خیلی خیلی خوب. بله دوست، من چی میگم، خداحافظ. شرکت کننده بعدی که تشریف میارن نمایش عروسکی برای ما دارن، یه دختر 24 ساله که از تهران شرکت کردن، اتفاقا مادرشون هم تو جمع ما هستن، بعدا باهاشون خوشوبش میکنیم. ایشون عاشق طبیعتن، خیلی اختن، یکی از تخصصاشون جدا کردن پیاز از توی غذاهاست، حتی کوبیده، که خود اونی که این کارم میکنه نمیتونه دیگه پیازاشو جدا کنه، ایشون متخصص این کارن. و اینکه اسمش صدف صمدیه، اما دریا و ساحل و چیزهای دیگه که مربوط به دریا هم هست معمولا صداش میکنن، خانوم صدف صمدی. ببخشید آقای روا، یه موجود سبز خوشگل ندیدی؟ یشمل خان، یشمل جان، خان چند دفعه بگم؟ یشمل جان، اینجایی؟ یه لحظه ببخشید. ای جان چیه؟
چرا ناراحتی یشمل جان؟ خان خان، چند دفعه بگم یشمل خان. باشه یشمل خان، چرا ناراحتی؟ چیزی راجع به پدیده انقراض شنیدی؟ آره خیلی. انقراض کدوم حیوان؟ حیوان چیه بابا؟ خاندان خودمو میگم که سالاست تو خطر مرض انقراضه. منظورت معرض خطر انقراض دیگه. حالا هرچی، مرکز آمار به جای اینکه بیاد کمکمون کنه از این موضوع استقبالم کرده. به خاطر اخلاقمون همه از انقراضمون خیلی راضین. آخه ما خیلی بد دهنیم، کافیه کوچکترین اتفاقی بیفته ما دهنمون رو باز میکنیم، هرچی ازش در بیاد و میریزیم بیرون. میخوای الان دهنمو باز کنم؟ نه زشته جلو این همه آدم، از مشکلت بگی بهتره. ببین طبق تحقیقاتی که من کردم، خاندان ما تا 50 سال دیگه کاملا منقرض میشه. 50؟ این که 4 تاست. حالا حتما باید تعداد انگشتای منو جلوی این همون جمعیت بگی. این درسته؟ اشتباه کردم، ببخشید حرفتا بزن. ببین ما مثلا یه جا رفتیم خواستگاری، داداش کوچیکه من فقط به خاطر اینکه یخ مجلس باز بشه یه زیپا گرفت واسه عروس تمام سینیا ریخ. این درسته به خاطر این حرکت ما رو با لگد پرت کنم بیرون؟ به نظرم کار اشتباهی نکردن. کردن؟ نکردن دیگه. فاز اینکه چیزی نیست، خیارم تهش از تو دهن داداشم درآوردن. یه جا دیگه رفتیم خواستگاری، موقعی برگشتن جیبامون رو گشتن. این دیگه کار زشتی بود واقعا. آره بابا، از تو جیب داداشم یه مش قاچوق چنگال نقره پیدا کردن. نمیدونی بابای عروس به خاطر 2 تا دونه قاشق چه قشقرقی به پا میکرد. از تو جیب خواهرم شمدونی پیدا کردن. خدا رو شکر نتونستن از جیبای بابای من چیزی پیدا کنن. نامردا حتی من دامادم گشتن. مگه تو هم چیزی برداشته بودی؟ آره بابا، 3 تا دونه موز فقط. یکی نیست بگی بابا موز مگه چنده؟ بیچاره بابات، فکر کنم حسابی خجالت کشید. نه بابا خجالت نکشید، فقط یه خورده رفلکس معده پیدا کرد. رفلکس معده برای چی؟ کلیدای خونه‌شون رو قورت داده بود، میگفت اینا یه روزی لازممون میشه. عجب. ببین توضیح خیلی از مناسبات تو خاندان ما واسه شماها که مردم عادی هستین خیلی سخته. همه که نمیتونن مثل شما باشور باشن. اصلا اگه ما بیشورا نبودیم باشوری شما به چشم میومد؟ نمیومد. پدر بزرگم یه بار هممونو جمع کرد یه جا، بهمون گفتش که اینو عقبه ذهنتون داشته باشین. اگه بهتون تو خیابون گفتن بیشور اصلا ناراحت نشین، مهم اینه که شما خواستین، خواست بودنم هزینه خودشو داره. اینطوری که دیگه هیچ وقت هیچ کس باهاتون وصلت نمیکنه. چرا بابا، بعد مدت ها یه خواستگار برای خواهرم اومد. اه پسندیدین، مبارکه. آره خانواده خوبی بودن، فقط تا بله برون پیش رفت. چرا؟ ما خیلی سعی کردیم خودمون رو خوب نشون بدیم، ولی عموی من سر رنگ نوشابه با دایی دومات دعواش شد. عموی من دیساب پرت کرد تو صورت دایی داماد. چرا منو میزنی؟ اوه ببخشید، یه لحظه رفتم تو اون فضا. خلاصه اینا داشتن قضیه رو بین خودشون حل میکردن که یه دفعه دایی من از راه رسید. اونم قند دعواش افتاده بود، تا 5-6 تا دست و پا شکست بالاخره این قضیه به خوبی و خوشی حل شد؟ نه بابا، به هم خورد. شما واقعا بیشوری. خوبه دیگه، ما واقعا بیشوری، مثل بعضی ادا در نمیاریم.
ولی ببین یه چیز بگم بین خودمون بمونه، بعضی وقتا هم از کارم پش پ گوشتو بیار، بعضی وقتا هم از کارم پشیمون میشم. الان به نظرت کسی نشنید؟ شنیدن؟ آره بابا، حتی اون آقا سبزه؟ آره حتی ایشون هم شنیدن. شنیدین دیگه؟ بله. به نظرم با یه خدافزی خوشحالمون کن. خدافزی کنم؟ من این گوشه اون پایین نشسته بودم، داشتم با درد خودم میساختم، تو من آوردی بالا گفتی میخوام مشکلتو حل کنم. الان برم؟ مشکلت حل شد دیگه، قرار شد بری خارج از اونجا دختر برداری که کسی تو رو نشناسه. باشه، شما اگه با من کاری ندارین من دیگه برم. کاری دارین، کسی، کاری، چیزی اگه ندارین من برم. به نظرم پس کاری ندارین، پس فعلا خدافظ. خدافظ. ممنونم، ممنونم. دخترمون خیلی کار سختی داره انجام بله. میده. این کار یعنی با عروسک من تجربهشو داشتم. فکر میکنم خانم نظام دوستم که قطعا داشته. بله. بقیه دوستان بیژن هم داشته. شما هم همینطور. بسیار خوب. شهرام جان شما چی؟ من داشتم آره یه مدتی. پس چراغاتون الان میتونیم ببینیم دیگه؟ بله، بله. بله. ما هومن که اخمومونه. خب دو تا قرمز داریم، دو تا سفید. چرا؟ یه دست دیگه به افتخار صدف خانم بزنید. خیلی کار سختی تازه. حالا گفتم اول راه صدف خانم خیلی از کسایی که توی دنیا صاحب سبکن توی این نوع بازی‌دهندگی خیلی سخته. حتی ما لبخانشون رو متوجه نمیشیم. من بارها مثلا خودم تمرین کردم، الان اصلا یه جوری نمیتونم تقریبا صحبت کنم. کار سختی آقای ربا این آره. کار این کار خیلی نخوره. کار خوبیه. این کاری که داری میکنی خیلی کار خوبیه. ولی بهتون منظورتون آره این یه خورده سخته. یعنی من خودم هم که اصلا تخصصی این کارو بلد نیستم، ولی میدونم کار سختیه چون تمرین کردم. و شما راه طولانی در پیش داری، خستم شدی، خیلی متشکرم. گفتم صدف خانومو چیزای دیگه هم صدا میکنن، مثلا ساحل و دریا، ستاره، آسمون، باران، چیزایی که دور و بر دریاست. خاویار چی؟ نه کسی الان با من کاری نداشت؟ نه نه نه، متشکرم. بریم نظر داورا رو بپرسیم. آقا هومن خیلی زود سفید داد به شما، چون فکر میکنم متوجه است که چقدر کار سختیه این کار و احتمالاً در موردش صحبت. یعنی من آقای شکیبا متوجه نیستم. نه شما نوع دیگه نگاه میکنید به من. متاسفم آقای دکتر، محل ندین بهش. نه چرا باید ایشون اصلا از قبل زاویه داشته باشه؟ آقا من چی کار دارم؟ نه منظوری نداشت. فامیلتونن؟ آقای ربا فامیلتونن؟ جان فامیلتونن؟ بله ایشون هم فامیلم. بفرمایید. ببین الان خیلی ممنون خانم صمدی، سالیان سالی که اصلا به نمایش عروسکی هیچ ارزشی قائل نبودن و نداشتن، نمیدونم دلیلش هم چیه. نمایش خیمه شب بازی ما اصلا کلن نابود شده و از بین رفته. سفیدی که من دادم به دلیل حمایت از این نوع نمایش بود. اما خب ایراداتی هم به کار بود؟ نه اصلا اینجوری نیست که بی ایراد بود. اولین چیزی که توجهمو جلب کرد این بود که پشت عروسک شما بیشتر به ماست. یعنی ما صورت شما رو بیشتر از عروسک میبینیم. و اینکه شما روی کاراکتر خودت کار نکرده بودی، هر آنچه انرژی داشتی گذاشته بودی روی کاراکتر عروسکت، روی کاراکتر خودت اصلا کار نکرده بودی، کاراکتر عروسکت هم که پشتش به ما بود. یعنی واقعا من دلیلی که سفید دادم همونیه که گفتم. شکل عروسکت هم خیلی دوست داشتم، برای من خیلی بانمک و دلنشین بود. صدایی هم که موجود خیلی شریه. حالا صدایی هم که براش انتخاب کرده بودی بهش نشسته بود کاملا و برای تو آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که مایوس نشی تو این راه، چون راه خیلی سختی در پیش داری برای نمایش عروسک. خیلی ممنون آقای شکیبا. بله چشم، درست میگه. بفهم. بله. آقای شکیبا دخالت نکن. ببین بالاخره آدم ها باید یاد بگیرن که
به رأی و نظر اهالی هر هنری احترام بذارن دیگه. آقا شما نه اتفاقا شما اهل هنر نمایشی، وقتی شما میگی سفیده من آقا ما مخلص به افتخارش. ببین یعنی تو هیته ای که بلد نیستیم حرف نزنیم انشالله. آقا من ما رو داری شرمنده میکنی آقا متشکرم. شما صاحب نظریم. این متن کی قرار بود تموم شه؟ بله آفرین اینم. آره تموم نمیشه چون اولش مهم نبود، وسطش مهم نبود، یعنی درخشان نبود، پس آخرش هم معلوم نبود، همینجوری هی داشت ادامه پیدا میکرد. یکی این، یکی هم این که انسجام کافی نداشت متنت، یعنی مجموعه ای از شوخی ها بود که بالاخره به هم دوخته شده بود. این چیزی که راجبه چیزی که بلدم گفتم دیگه. زنده باد، خیلی متشکرم. دقیقاً من با صحبت‌های آقای برق‌نورد موافقم. رو شخصیت خودت اصلا کار نکرده بودی و بیشتر ما عروسک رو دوستش داشتیم و صدای نشسته بود و خود عروسک هم من خیلی دوستش داشتم و باش ارتباط برقرار کردم و همین الانم هم من دارم می‌بینم موقعی که دوستان دارن حرف می‌زنن عروسک داره بازی می‌کنه، زندگی می‌کنه. تو بیشتر توی اون عروسک هستی تا اینکه خودت یک بازی رو ارائه بدی که با عروسک همخونی داشته باشه که ما جذب هر دوتا بشیم. میدونی یعنی خودت باید متن رو باور کنی، داستان رو باور کنی که وقتی میخوای با عروسک اجرا بکنی همخونی داشته باشه. خب من با عروسک زیاد کار کردم توی محله گل و بلبل و جاهای دیگه و با عروسک اتفاقا بازی داشتم، میتونم چه جوریه و چه جوری باید باش ارتباط برقرار کرد و من اینجا با عروسک ارتباط برقرار کردم. فقط تو خودت انقدر اصلا یه جوری صحبت می‌کنی، صدف انقدر بی حال و بی حس بود. ببین میدونی چه جوری بود؟ یعنی ما جذب عروسکه بودیم تا جذب خودت به عنوان یک کاراکتری که روبروش داری بازی میکنی و همراهش هستی و انشالله که بهترین ها باشه. زنده باد، متشکرم. داور متفاوتمون با رأی قرمز بفهمم آقا جان. عرض شود به خدمتتون که تماشاچی‌ها خیلی نخندیدن یا کم خندیدن. دقیقاً همین نکته که هومن گفت من می‌خواستم بگم، اصلا اینور کلاً همه پشت عروسک رو دیدن، منم به زور یه جاهای نیم رخش رو می‌دیدم. بعد چرا با هم ایستاده نیومدین تو و ایستاده اصلا انجام ندادین؟ بله جاشون بد بود، جاشون بد بود، خیلی پایین و اینا ایستاده انجام میدادین، اصلا ورودتون هم با هم بود. برخلاف هومن باز من صدای عروسکتون هم دوست نداشتم. خود عروسک رو دوست دارم. خودتون درست کردین؟ نه عروسکتون خیلی بامزه است، صدای خودتون هم مثل خوانندگی، بازیگری هم همین جوریه دیگه. حالا فالش چی بگیم جاش بهتره؟ آره. صداتون نپخته است، باید روی صدای بله. خودتون کلن چه عروسک چه خودتون کار کنید، صداتون خارجه یه جوری فالشه. زنده باشه. این مکسا عمدی بود؟ آفرین، من اینو میخواستم مکسا عمدی بود؟ مکسی که تو بازی داشتی به خاطر استرس بود. آها آها، چون دیدم یه بیرون زد و اینا. آره بعد صادقانه گفت اینا دیگه در نظر نگیرید، میتونست بگه آره عمدی بود. همین، مرسی، امید، آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون. مادر صدف خانوم هم اینجا داریم، پایشون هم بیستید به افتخار ایشون و همه مادرها. سفید بزنم الان. احترام، ارادت، متشکرم. متشم دیگه حالا در مورد عروسی اینا بود دیگه، حالا اگه هم دوست نشید حداقل مضمونش خوب بود دیگه. آبی جان از شما ممنونم، خداحافظی میکنیم. بفرمایید خواهش میکنم. مرسی از شما. خوش اومدین مشمل خان. خداحافظ یشمل خان. بله 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 بله، مشمل درست گفتم؟ یشمل، یشمل، ببخشید یشمل، مشمل هم یه چیز دیگه بود. خیلی خوب چیزی بهم قسمت شد. بفرم یشمل رو نشنیده بود. موبینا خیری هستم، 17 ساله از تهران، محصل توی رشته تجربی ولی علاقه من به بازیگری، کارگردانی و نویسندگی. اومدم برای بخش استنداپ شرکت بکنم، علاوه بر استنداپ و رشته خودم ساز میزنم. خب خانم خیری، متنی دستت نمیدونم. حفظم الک. نه کاملا نه. عاشق رنگ آبی هم، خیلی از آب و ارتفاع میترسم و خیلی هم آرومم توی جمع خانوادگی و دوستا، خیلی شخصیت آرومی دارم. چند سال کنی؟ 17. خب 17 سال معلومه دیگه، اصلا چه بچه سوال چرا میپرسم؟ محفوظاتش خوبه دیگه. من نمیخوام زیاد از خودم تعریف بکنم ولی من دکترم، دکترای مغز و اعصاب دارم.
بهتون یاد میدم که چجوری رو اعصاب بقیه راه برید که تا اسمتون رو میشنون سرخم بکنم. از کی داری استندآپ کار میکنی؟ خیلی زیاد نیست، تازه علاقه من شدم. آفرین آفرین. خب متن چجوریه؟ یعنی الان آماده ای؟ آماده آماده. یعنی میری که بتره کنی صحنه؟ بله. حالا بعید میدونم ولی خب امیدوارم که این اتفاق بیفته. استرس نداری؟ دارم. خیلی معلومه که داری. خیلی دارم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشی. نه بابا نه، اصلا هول نشو، همه اینا رو تو ذهنت بساز، بگو میری هیچ کدوم از داورام نگاه نکن، کارتو بکن، یا میگیره یا نمیگیره دیگه. بابا 17 سال سنت خوبه، تو خوب سنی شروع کردی، مطمئنا موفق میشی ان شاءالله. بچه‌ها منتورا اینا همم هوا تو داره. خانم ها آقایون، نفر بعدی که برای ما اجرا میکنه استنداپ کمدین نوجوونه، کلاس 11 همه فکر کنم میشه سوم دبیرستان ما قدیمی ترا. ایشون خانم هستن، اهل تهران، میگن که خیلی لجبازه، با یکی از اعضای خانوادهش اومده و البته توی کلاس و مدرسه شون اصلا آدم بامزه‌ای به نظر نمیرسه، هم خودش میگه هم کسایی که میشناسنش. خانم مبینا خیری بفرمایید. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ خوبین؟ ممنون. خدا رو شکر. آقا دیدید بعضی از خانواده ها خیلی اصرار دارن بچه هاشون دکتر مهندس بشه؟ ولی خانواده من هیچ وقت اصرار نکردن من دکتر بشم. مجبورم. منم به یه شغل دیگه علاقه داشتم. بیکاری. خیلی هم توش استعداد داشتم ها. ولی هیچ وقت بهش بهایی ندادن. به خاطر همین من گشتم دنبال یه کار دیگه. که فراخوان این مسابقه رو دیدم، رفتم پیششون گفتم من میخوام کمدین بشم. که دستشون رو به نشانه افسوس زدن تو سرشون، گفتن این اگه میرفت سراغ بیکاری کارش به اینجا نمیکشید. گفتن کمدین شی که چیکار کنی؟ گفتم استنداپ کنم مردم رو بخندونم. گفتن تو استنداپ نکنی هم مردم بهت میخندن. بعد اصلا مگه تو بلدی استنداپ کنی؟ گفتم معلومه که بلدم. گفتن حرف نزن، تو یه خاطره برام میخوای تعریف کنی سه بار باید احیاط کنن. که من خیلی بهم برخورد، خیلی ناراحت شدم. حداقل من به 5-6 بار احیا احتیاج دارم. که برای اینکه روشونو کم کنم 2 دقیقه اجرا رفتم که قش کردم 3 بار احیام کردم. بابا مگه من نگفتم به 5-6 بار احیا احتیاج دارم؟ به خاطر همینم برای انتخاب رشته دردسر داشتم. موقع انتخاب رشته رفتم پیششون، خیلی جدی گفتم من خودم میخوام رشتم رو انتخاب کنم. گفتم باشه دخترم، تو خودت تجربی رو انتخاب کن دکتر شو. گفتم این پیشنهاده یا دستوره؟ گفتن قطعا پیشنهاده. گفتم خب اگه قبول کنم دستتون از گلون برمیدارید؟ هیچی دیگه، نهایتا با برخوردهای فیزیکی و روحی، استفاده از سلاحهای گرم و سرد، البته از جانب خانواده، من پیشنهادشون رو قبول کردم. ولی با انتخاب رشته تجربی خونه رو به بیمارستان تبدیل کردن. فکر کنید اتاق من اتاق عمل بود، اتاق خودشون مطبم بود، دستشویی شبیه آزمایشگاه کرده بودن. دیگه واقعا من عصبی شدم، گفتم این روپوش من کجاست؟ من مریض دارم. فکر کنید مریض واقعی می آوردن من درمان کنم. منم که هیچی بلد نبودم به همشون چای نبات می دادم. دل درد چای نبات، سر درد چای نبات، کمر درد چای پماد. چای میدادم بهشون، میگفتم اینو دیگه باید پماد بزنی، نبات جواب نمیده. دیدم خیلی خوششون میاد از این کارا، گفتم یه چند تا دارو هم اختراع کنم دست از سر من بردارن. که صبح به صبح دارا رو رو خواهرم امتحان میکردم، شب بهش میگفتم عزیزم نظرت چیه؟ میگفت من دیدم خواهرم خیلی داره اذیت میشه. یه موش پیدا کردم، چند تا آزمایشش انجام دادم، یه پادزری درست کنم برای اون بیچاره که موش آدم شد، ولی خواهر من دیگه آدم نشد. دیدم تو این کار استعدادی ندارم، زدم تو کار زیبایی. الان من دکترای زیبایی نقاشی دارم، تخصصم هم تو دماغه. یه لحظه نسخه جدید اومده برام. برای شکایت، برای کس همین شکایت ها رفتیم دادگاه. مامانم منو برد یه گوشه، گفتش که تو مگه نمیخوای کمدین شی؟ گفتم چرا؟ گفت خب اگه بتونی اینجا خوب از خودت دفاع کنی، شوخی شوخی خودتو تبرئه کنی، یعنی استعدادشو داری، ما هم میذاریم بری تو این کار. که من خیلی خوشحال شدم. رفتیم سر جلسه، گفتم به نام خدا سلام که قش کردم اومدن احیام کردم.
ولی ببینید من قشم نمی کردم اینا سر حرفشون نمی موندن، چون قبل به دنیا آمدن من شغلم رو تعیین کرده بودن. مثلا بالای تخت من نوشته بودن به زودی در این مکان یک دکتر مستقر می شود. سردر خونه زده بودن به یک منشی جهت استخدام در مطب نیازمندیم. سر کوچه زده بودن لطفا در این محل پارک نکنید، دیگه توقع داری سر کوچه چی بزنن؟ یه دست بزنید. برای تعیین جنسیت هم که میرفتیم میگفتن دکترمون دختره یا پسره، که خانومه میگفت دکترتون سالم باشه، دختر پسرش فرقی نمیکنه. یعنی اونم قانع کرده بودن که این بچه قراره دکتر بشه. حالا بعد که من به دنیا اومدم شرایط بدتر شد. فکر کنید بقیه بچه ها براشون جغجغه و عروسک میگرفتن، برای من گوشی پزشکی و آناتومی. تولدم هم هر سال کسل کننده بود. کیک هم یکی از ادوات پزشکی بود که تأکید داشتن واقعی به نظر برسه. یه سال انقدر واقعی بود شمع گذاشتیم روش ترکید، فهمیدیم خود دستگاه اشتباهی گذاشته بود. کادوام هم همه تکراری، فقط سال به سال که سن من میرفت بالاتر اندازه این کادوها بزرگتر میشد. یه سال دیدم که تفاوت اندازه این کادوها یکم عجیبه. از کوچیک به بزرگ اومدم بازشون کنم، کوچیکترینشون روپوش سفید بود. یه دونه بزرگتر بود، میکروسکوپ بود. یه دونه بود دیدم خیلی بزرگه، گفتم این قطعا یه چیز خفنه. بازش کردم دیدم مریضه. دیگه مریض کادو نیارید، من اینو درمانم کنم شما باید اینو ببرید، کادوی من حساب نمیشه. حالا تفریحات بچه هم تو شهر بازی و پارکه دیگه، ولی تفریحات من کجا بود؟ بیمارستان. خاله من تو بیمارستان کار میکرد، همیشه منو با خودش میبرد که با محیط کارم آشنا بشم. یه روز بهش گفتم خاله بیا قایم موشک بازی کنیم، گفت باشه. چشم گذاشت من رفتم تو اتاق پزشکی قانونی قایم شدم. یه خانومه اونجا خوابیده بود، همین جوری که من داشتم دلداریش میدادم که خوب میشی، پرستاره اومد تو گفت دخترم چی کار میکنی؟ گفتم دارم مریض رو دلداری میدم. گفت این که مرده که مریضه بلند شد، گفت من همراه بیمار هستم که ما دوتای خش کردیم اومدن احیامون کرد. خوب حالا من رفتم رشته تجربی رو خوندم، فهمیدم که این رشته ویژگی عجیبی داره. مثلا هر معلمی که میاد داخل میگه که ما از بچه‌های تجربی یه توقع دیگه داریم. ما خودمون از خودمون توقع نداریم. مهندسای مملکت، وکیلای مملکت تو رشته‌های دیگه‌ن. ما نهایتاً بتونیم آمپول بزنیم. البته افرادی هم هستن که مثل من با تلاش و پشت کارشون میتونن دکتر بشن. آخرین ویژگی اینه که شما وارد کلاس‌های تجربی میشی، نشسته و خارج بشی. چرا؟ چون جا نیست. همه نیمکت‌ها برو همینجوری چپوندن انگار اونجا براشون کیموس پهن کردن. 60 سال پیش بیاد کیموس چیه؟ ماده نهایی معده است که به روده ختم میشه. چیز خاصی نیست. به هر حال خواستم بگم من پزشکم، بعد از اصطلاحات پزشکیم در رسانه ملی استفاده کنم. حالا همه اینا رو گفتم، آخر سر میخواستم یه خواهشی کنم از پدر مادرها، مخصوصا پدر مادرای الکی گیر، چون هستن پدر مادرایی که مجموع موفقیت‌های خودشون از مجموع فیلم‌های جدی آقای بنفشه‌خواه هم کمتره. خب چرا این کارو میکنید؟ میخوام خواهش کنم ازتون که بچه‌هاتون رو مجبور نکنید تجربی بخونن، مجبورشون کنید هنر بخونن، ببینید چقدر همه چی عوض میشه. مرسی. زنده باد خانم مبینا خیری، خدا قوت و آفرین. تو واقعا تجربه میخونی؟ بله. آفرین. باکتریای نه، ویتامینای محلول در آب چیه؟ ویتامین آ. خب آقای روا آفرین. نه بابا من دو سه تا چیز بلدم از تجربه بزنم. ویتامین آ. آفرین. درست گفتی. بقیه شون محلول در چی هم؟ چربی. باری کلا دختر درس خونی هم هست، مشخص. زیق وقت داریم وگرنه اشتری شوکلایی هم میخواستم بپوشم. خیلی خوب. مبینا خانم با خواهرشون اومدن امروز. اولم گفتم که خواهرشون اونجا تشریف دارن. خواهرشون کجا هم بیستن که ما سلام از این خواهرتون رو میگفتی؟ بله بله بله. دست بزنید برای خواهر مبینا. عزیزم ماشاءالله دختر گرم. اسمش چیه؟ آتنا. آتنا خانم خب خیلی خوش اومدید و ممنون. خیلی لطف کردین. خانم نظام دوست بفرمایید. سلام مبینا جان. سلام. خیلی خوشحالم که یک دختر با استعداد اینجا روبروی ما وایستاد و اجرا کرد. اینقدر مسلط، البته دو سه بارم تقلب کردی فکر. نسخه بود، نسخه برام آورده. به عنوان نسخه، ولی خب انداخته تو بازی و اینا خوب بود.
و اینکه این اتفاقاتی که باید حتما تجربی بری و اینا برای خود منم اتفاق افتاده و خیلی همزاد پنداری کردم، خیلی دوست داشتم و برای آرزوی موفقیت میکنم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، ادامه داورا صحبت میکنم. این که من همون اول به ایشون سفید دادم اینه که ایشون آن دارن، یعنی اصلا احتیاجی نبود که خیلی هم تلاش بکنه، آن بازیگری داره روی صحنه، یعنی توجه رو به خودش جلب میکنه. چیزی که آزارم داد یکی همین کاغذا بود که حیف میکرد قضیه رو، و انرژی صدات کم بود. یه جاهایی من شوخی تو نمیشنیدم، یعنی اگه میشنیدم باید بشنوم که خندم بگیره دیگه. وقتی نمیشنوم هیچ واکنشی هم خانم نظام نه نه. انرژی صدات کم بود. اون انرژی صدا میتونه توجه من تماشاچی رو به خودم جلب بکنم با انرژی صدا. بله. بنابراین تو این فاکتور رو نداشتی، ولی چون استعداد خوبی داری من بهت سفید دارم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. آقای شهرام خان شکیبا. خب من طبق معمول اشکالها رو میگم ولی سفید دادم. دلایلی که دوستان گفتن درسته. اول یه خاطره برات بگم. من رو موقعی که میخواستم انتخاب رشته کنن همین جوری گفتن، خب دکتر فامیلمون معلوم شد، رفتم تجربی. سال سوم دبیرستان خیلی جدی گرفتن پزشک شدن من رو و من مردود شدم اون سال. من سوم دبیرستان آره دوبار خوندم، بعدم رفتم ادبیات کنکور دادم و اینم وضع زندگیمه که میبینی. اما لحنت با شوخیات خیلی مناسبت نداره. ببین ببخشن دوستان من راجع بازی حرف میزنم، خیلی چیزای کمی از دوستانم شنیدم و یاد گرفتم. تو وقتی که داری بازی میکنی بازیگر خوبه فراموش میکنه که الان روبرویی قراره یه چیزی بگه و این عصبانی شه. حس اولش دیالوگشو میگه، وقتی طرف گفت این عصبانی میشه. بله. بازیگر بده از موقعی که 3-2-1 میگن عصبانی بازی میکنه، جلو جلو میدونه چی میخواد بشه، انگار حسش انگار جلو رفته. شما حست این همخونی رو با متنت نداره. ببین یه جاهایی که مکس میکنی یا داری توضیح میدی با همون لحن قبلی توضیح میدی، باید لحنتو عوض کنی که ذهن منو راهنمایی کنه. بله. به سمت اینکه این توضیح شوخی تو رو داره کامل تر میکنه. خب بله محبت کردیم واقعا، بزرگوار کردید. آقا شرمنده فهم بودین شما به هر حال خواستین میتونین اصلا روشن نکنین. خواستم بله میشه تو فضای مجازی اینو منتشر کنیم. بله چون حرف عجیبیه، همین خودش وایرال میشه. قربونت بفرم. ارشد به خدمتتون که همه صحبت‌های دوستانو موافقم. خیلی تون تون گفتین و وقت نذاشتین و به قول آقای شکیبا داشتین انگار مثلا یه متن رو اجرا میکردین. اینو باید یه خوره مال خودتون بکنین، یه جایی سب بکنین، یه جایی به من بالا بگین، یه جایی پایین بگین. تقلبتون رو طبق گفته دوستان دوست نداشتم، امیدوارم دیگه نباشه. بعد یه جوری صحبت کردین که انگار واقعا خودتون مثلا دکترین. اگه آقای روانه میگفت که سوم دبیرستانم، من فکر می‌کردم واقعا دانشجو پزشکی‌ان و خیلی این خوب بود. دکترا داری؟ مگه سوم دبیرستان نیستین؟ بله دکترا دارم. دکترا چی؟ مغز و اعصاب. آفرین. یه سفید دیگه باید. آفرین. میگه به قول معروف میگه ما بچه بودیم پرتقال رو با پوست می‌خوردیم، بزرگترا شاقوم رو نبینن. ما رو دست میندازه. ماشاءالله. اون شوخی که گفتین پای تختم اینو نوشتن، دم در اتاق اینو نوشتن، سر کوچه دیگه چی بنویسن، اینو خیلی دوست داشتم. تو چند تا چیز تکرار شد که آدم توقع داشت هی اون تکرار شه و نشد. دقیقاً منم تجربه شما رو داشتم، دوست داشتم برم هنرستان، خانواده مخالفت کردن، گفتن شاگرد زرنگا نمیرن هنرستان، حالا همه هنرستانی رو شاکی میشن. نه غلط کردم؟ نه اون موقع اینجوری نه، واقعا همین بود. برای منم گفتن باید بری تجربی. دقیقاً مثل آقای شکیبا من یه سال تو دبیرستان رد شدم. آخ ولی خب سوم دبیرستان دانشگاه آزاد تئاتر قبول شدم. بگذریم همین دیگه. خیلی ممنون، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. ولی یه سوالم دارم از همگی، چرا مثلا میگن دکتر فلانی یا مهندس فلانی، چرا مثلا نمیگن بازیگر هومن بغنورد؟ این از کجا میاد؟
حتی شما آدم متواضعی هستین، هیچ موقع اینو نگفتی. من تازه بعد از این همه که میشناسمت دیدم، فهمیدم که شما دکترای ادبیات دارید. خواهش میکنم، ندارم. چرا بقیه شغلا نمیگن؟ من یه دانشجو ناچیز ادبیات هستم و کوچیک شما. خواهش میکنم، بزرگواری. مثلا نمیگن خلبان فلانی، چرا فقط دکتر مهندس میگن؟ خلبانو میگن، فقط بازیگر. حالا تنها مثالی که پیدا شد که میگن خلبانو کجا میگن؟ به خدا میگن کپتن. آقا نمیگن شیشه برشن؟ نه نه، مثلا الان مثلا تو چرا چرا کپتن؟ نه ولی کمتر از دکتر مهندس میگن، ولی سربانو میگن. چیو؟ مثلا سربان فلانی، سرهنگ. نه سرهنگ کاپتن هم میگن. آره میگن. ما حرفا پس میدونیم بابا، ما همش ترمینال جنوب میریم، فرودگاه نمیریم بدونیم چه خبر. نه چون من دوستای خلبان زیاد دارم، میدونم. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم خانم، از شما خیلی متشکرم. فرق اتوتروف و هتروتروف رو بلدین؟ اینو تو دانشگاه میخونیم. آها، از درسشون حذف شده. خیلی خوش اومدی دخترم، بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون بینندگان عزیز، میریم برای ادامه برنامه در کنار داوران محترم و تماشاچی های عزیزمون که یه بار دیگه برای خودشون دست میزن. مبینا خانم بفرماییم، بفرماییم، بفرماییم. بابا آفرین. ببین، به عنوان یک خانوم بهش افتخار. ببین نه، اصلا به عنوان خانوم به کنار سن، اینکه آره تجربه این صحنه به خیلی خوب. قبلش هم حرف زدیم دیگه. باباش، آبجیش، مامانش. بله. یه مینی کمدین هم. آره. یه چیزی خانوم، تبریک میگم. از چه جور نظرتون چی بود؟ عالی بود دیگه. پس تجربی نمیره، میره هنر. افتخارشون. بعد تجربی. من نمیفهمم چرا خب. ولی نکاتی که داورا گفتن خیلی جدی بگیر. مخصوصا رو لحنت که خیلی باید کار بکنی. انشالله موفق میشی. مامان بابا هم اجازه میدن که صفر دنبال کنی هنر رو. قربون شما. متشکرم، متشکرم. مرسی، مرسی. مرسی عزیزم. نمی‌کنی. ببین من مایکل نیستم که، من اولا که من مایکل نیستم و مایکلم، اینو یاد بگی. تو مایکلی، من که مایکل نیستم که داری دیوونه هم میکنی. مایکل 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 مایکل. محمد جواد پاک نژاد. مهدی هادیان هستم از اصفهان و همگی گروهمون از اصفهانه. محمد جواد کیانرسی هستم، ملقب بلند اصفهان، در خدمت بشم. فعالیت هم تئاتر بوده، رشته هم کارگردانی بازیگریه. از تزیه خونی شروع کردم سن 7 سالگی، الان هم 24 سالم. شما عالی، سلامت باشی. جنازتون اینا پسش برمیان؟ عالی هم. چی که دارن نمیگن؟ خب مردن. مردن؟ آره دور از روش، خدا حفظشون کنه. شما رو اینا چند وقت کار کردی؟ خیلی وقت داریم کار میکنیم. جدی؟ خیلی سخت داریم کار میکنیم. هممون در یه جایگاهی هستیم که بالاخره تو اون جایگاه عمق داریم دیگه. حالا من نمیتونم قضاوت کنم خودم رو. نه، بچه ها همه مستعدن، درجه یکم. مطمئن دیدی؟ استرس دارین؟ یکم من استرس دارم ولی مطمئنم که از پسش برمیاد. نه اینا هیچ، اینا استرس نشون هیچ جواب نمیدن. نه اینا روحن، هیچیشون نمیشه. موفق باشین. بفهم بفهم. Thank you.
گل‌های پرپر 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 ترکیدگان گان گان آقایان یان یان مایکل کل 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 ها گفتی اسمو گفتین معذرت می‌خوام بله مایکل کل 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 مایکل تقدیم می‌کند زهر مار عجیب نیست به نظرت؟ چی؟ الان ما تقریبا 6 ماهه که مردیم. آره. همه چیز تجزیه شده. آره. ولی من هنوز به گل حساسیت دارم. میدونی چرا؟ چرا؟ از پس بی شعوری. شاید تو هم نمی‌کنی بری تو خواب ننه بابات بگی برات گل نیارن دماغ منو سرویس کنن. درست صحبت کن. حرف بعدی که نزدم. اولا ننه بابا نه و پدر مادر. دوما مگه تو هنوز دماغ داری؟ حساسیت که دارم. آره. بس. ماکل. اینو نگاه کن چقدر ترسناکه چقدر مرموزه چقدر درازه نگاه کن اومده ما رو بکشه دوباره خب ما که یه بار مردیم من یادم میره ما مردیم اصلا یاد اون نارنجکه که میفتم و عشق میکنم تو برای چی برداشتی یه نارنجکو بردی توی طلافروشی؟ آخه من از بچگی خیلی فیلمای اکشن و خفن میدیدم بعد گفتم وقتی بزرگ شدم حتما یه دونه نارنجک ببندم بیام تو طلافروشی من بهت گفتم نارنجکو بنداز بیرون پلیسا متفرق بشن ما فرار کنیم چرا نکردی آخه لامصب شیشه این طلافروشی خیلی تمیز بود این ویترینش من نارنجکو پرت کردم خورد تو ویترین بعد خورد پس کله طلافروشه بعد برگشت خورد تو پیشونی من بعد برگشت خورد پس کله تو مردی تو که اون شیشه رو نمیبینی من بهت گفتم نقشه بهتر از این سراغ ندارم بغل جنم نمیرسید دو نفر میرن توی طلافروشی میرن توی طلافروشی اسلحه‌هاشون رو میکشن میگن اون طلاها رو بذار روی میز طلاها رو برمیدارن میرن بیرون سوار موتور میشن موتور نداریم تاکسی میگیریم داری چیکار میکنی دارم تاکسی میگیرم آرام نقشه به عقل جنم نمیرسی آره به عقل جنم نمیرسید ولی خیلی خفن بوده و من عاشق این فیلمای اکشنم توی مراسمی که فوت کردیم همه به همون میخندید به تو میخندیدن تو که حتی بلد نیستی درست بری دزدی 15 تا نارنجک بسته به خودش داره میره دزدی بکنه هنوز خاک طلای منفجر شده توی دماغمه ولی خیلی حال داد این اسلحه منفجر شده بود همش رو هوا و طرف داشت میگی پوکی این طلا رو هوا چیه؟ دوباره اومد؟ چه نشسته رو قبر من؟ صدا تو نمیشنوه پاشو از رو قبر من من بس پاس دارم بسوگو بلاش از رو قبر من قبط ما نیکاره نیست که بلاش از رو وای مایکل داره ما رو میبینه مردست چه سندست مردست چه پشه بود پشه بود بابا طرف زنده است ما رو نمیبینه پشه بود میگم ها جونم داره چی مینویسه حتما داره پلاکتو برداره نکنه اومده دستگیرمون کنه بیشتر از این میخواد دستگیر بشه برو تو خواب پدر مادر محترمت بگو برات گل نیارن من حساسیت دارم کی برا من گلو برده این موزه گله ولی خب این مال من نیست مگه تو مایکل نیستی نه من مایکلم ها من مایکلم تو مایکلی اون برادر مایکل بود یعنی آره، من برادر منه برادر توه فهمیدم سلام دادو خانوادتر خیلیگین اول مسر قبر من بعد بیاتون برا قبر برادر تو بشور نمیخوام قبر منو بشوری منو خیس آب کرد خودش حالا میفهمه نگران نباش میدونی الان میخواد چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ میخواد از جهت باد استفاده کنه که قبر منو پیدا کنه. اینطوری؟ آره. موفق نشد، ناامید شد، داره میره خونه ولی یادش میفته میتونه از خورشید هم استفاده کنه. دست راست به سمت خورشید، دست چپ احمق، دست راست به سمت خورشید، دستش چی شد؟ دستش سوخت، قد بلند داداشم میرسه. با احتیاط دست راست به سمت خورشید، دست چپ پشت سر، در نتیجه قبر داداش من این یکی پیدا کرد. جانم داداش. بومی داد. چرا گریه میکنی؟ اشکالی نداره که نمیرم براش نگم میگه تو محل هنوز دارن به همون میخندن واقعا؟
کلیپمون در اومده. کلیپمون هم در اومده؟ روش صدا گذاری میکنن، مسخرمون میکنن. این صدا بود؟ نه این صدا بود. میگم داداش، میگم داداش، میگم داداش. بس دیگه، من دارم میگم نمیفهمم که داداش. نمیشنوه. میگم سوال من اینه، وقتی که آژیر خطر تلافروشی به صدا در اومد، داداش من همون اول فرار کرد. آره دیگه، فرار کرد، خودش هم داره میگه ما تاکسی میگرفتیم برمیگشتیم بهتر از این داداش لنده هور تو بود. ولی خب راست میگه دیگه، میگه میخواستم تشکیل خانواده بدم، خلافو بذارم کنار. میگم داداش طرف کی هست؟ کیه؟ نه بگو. نه نمیشه. ما رفیقی میگه مردی بگو. بین خدا میمون. بگو. میگم بهتره دیگه. ادای خواهر من داره در میاره؟ نه. خواهر من میخواد با خواهر من ازدواج کنه. غلط میکنه با خواهر من ازدواج کنه. آرامش. آره اصلا میخواد خواهر تو رو بگیره. دو تا آدمن میخوان ازدواج کنن. میخوان تشکیل خانواده بدن. مشکلی داره؟ نه به نظرم خوب. برادر عزیز دیگه نیا اینجا. بنده خدا دوباره تجزیه شد. عزیزم. بله. اینقدر هرس میخوری یا سکته میکنی میفتی میمیری. ما یه بار مردیم، بفهم. تو راهشو پیدا میکنی دوباره بمیری. تو راهشو پیدا میکنی. بعدم زندگی همینه دیگه. ببین. تولد، عشق، مرگ. مرگ. آفرین، مرگ. گلهای پرپر پرپر پرپر. بی پر بی پر بی. پر پر. همسایه. همسایه همسایه. کی هستن این خانم؟ آغاز قاس قاس. از اول شانس نداشتیم مایکل. نه من مایکل زمان مایکل. تو مایکل من میفهمم. به 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 به، مرسی مرسی، متشکرم 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 متشکرم، خیلی لطف کردید. بچه های تئاتری شهر اصفهان هستن که نمایش قبرستون رو برای ما اجرا کردن و البته کارگردانشون هم در بین ما، ضمن اینکه آقا هومن هنوز دارن فکر میکنن که باید روشن کنن به چه رنگی. خانم کارگردانم تشبیهان خواهش میکنم براشون دست بزنید. خوش اومدیم. بفهمید. خانم کارگردان شما شروع بفرمایید و بچه ها معرفی کنید. خیلی خوشبختم. من یگانه ابتایی هستم. آقای محمد جوادان، کیان ارسی و پاک نژاد و آقای هادیان، مهدی هادیان. زنده باشید. همه اصفهانی دیگه، درسته؟ بله، همه اصفهانی. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. و توضیحی دارید در مورد کار؟ توضیح که والا ما کارمون یه کار اقتباسی بوده، قبلا انجام دادیم ولی تغییرش دادیم. اینجوری شده دیگه. خیلی متشکرم ازتون. صحبت‌های داورا رو میشنویم. خواهش میکنم که آقا بیژن شما بفرم. چرا من؟ پس چند تا؟ عرض شود به خدمتون که کلن دوست نداشتم و این ایده جالب بود. دوتا مرده، اینو خوشم اومد که کنار هم صحبت میکنن و چجوری مردن و یه نفر میاد بالا سرشون رو. ولی اصلا خیلی چیزاشو متوجه نشدم. یه خورم بیانتون به نظر من خوب نبود که من قشنگ بفهمم چی دارین میگین. بعد نفهمیدم مثلا اولشون قضیه پستونک و بچه ها و اینا چی بود، بعد دوباره آخرش هم با اون تموم شد، نگرفتم اصلا و ببخشید دوست نداشتم. قرمز آقای شکیبا. بله، من اول که خب دوتا قبر دیدم و این فضا منتظر یه کار گروتسک خیلی جدی بودم. گفتم خب قراره که طبق قاعده‌ای که وجود داره مثلا موقع دیدن نمایش بخندیم، اما بعد از سهمگین بودن آنچه که بهش خندیدیم به تعجب یا به تفکر وادار شیم. درسته با موضوع مرگ که خیلی موضوع سهمگینیه شوخی کرده بودند، اما شوخی ها در نگرفته بود اونطوری که باید، نه سهمگینی حقیقت مرگ رو به ما میخواست بگه و تونسته بود بگه، نه شوخی های ساده ای که میشه با موضوع مرگ ساخت. یه جاهایی هم شاید اشتباه من بود، ولی فکر میکردم که یه جایی مثل این که اشتباه میکنه، یعنی آدمی که باید نبینه اموات رو میبینتشون. یه جایی نمیدید یه جایی میدید، یا من اشتباه کردم؟
هیچ جا قرار نبود که این برادر ببینه. من نمیدونم که کجا این سوء تفاهم شد. شاید من اشتباه متوجه شدم. خانم کارگردان اقتباس از خانم ابتهی. کارگردانم هستین دیگه؟ بله. بله. کم اشتباه گفت. اقتباس از چه اثری بود؟ ما قبل از این اقتباس از لورکا بوده نمایشمون. یعنی ما نمایشنامه عروسی خون رو اقتباس کردیم که خب موضوع اینجا و این فضا نیست. خیلی خب متشکرم. خانم نظام شما بفرمایید. یه چیزی دیگه هم بگم ببخشید. بله بله بله. اون پابرنه بودنتون هم دوست ندارم. اصلا از لحاظ زیبایی هم قشنگ نیست. کاش که جوراب پاتون بود. نمیدونم مخصوصا با شروش دو تا کف پا این بر دو تا کف پا نه من به نظر من میخواستن بگن که خب کفنه. خب کفنم که اصولا خب لباسی تنشون نیست دیگه. یه بله گرفتم. ولی خب نمایشه دیگه. خب میدونم میگم شاید دلیلش این بوده. ببین من کلا خب آدم خوشخنده هستم ولی خب اصلا نخندیدم. خیلی غمگین شدم اتفاقا. فضای دو تا قبر رو دو تا آدمی که مردن به شاید برای این مسابقه مناسب نبود. شاید اگر مثلا یه مسابقه دیگه بود و میشد قضاوت کرد خب بله میشد مثلا یک چیزی گفتش که بر اساس اون یه امتیاز داد. امتیازی که من دادم به این جهته که خب بچه ها از شهرستان اومدن و زحمت کشیدن این همه را. من واقعا اینا رو همه رو مد نظر میگیرم و میدونم سختی کار هستش همه اینا هستش ولی اصلا ببین این نمایش برای این فضا به نظر من اصلا مناسب نبود. یعنی اصلا نمیخندون تماشاچی رو متوجه هستین. ما اینجا اومدیم که یک برنامه یک مسابقه یک اجرایی داشته باشیم که بچه‌ها این اجرا رو داشته باشن که ما و تماشاچی‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن و بخندن و این اصلا اینجوری نبود بلکه بیشتر آدمو به فکر ما می‌داشت بلکه بیشتر آدمو غمگین می‌کرد. دو نفری که مردن حالا به هر جهتی کاش یه نمایش دیگه اجرا می‌کردی. یه جوری میگه انگار قرمز داده. آره. حالا خوبه سفید داده. چه عجیبی بود. اونجا گفتن ما اصلا غمگین نشدیم. اینجا گفتن ما غمگین شدیم. چی شده؟ آره. من غمگین شدم. خیلی ممنون. ببین تفاوت در واقع رابطه با متن و تفاوت آدم‌ها حتی. بله. خود ناراحت نکن. که پس میشه گفت بخش دومو داشته. به فکر واداشتن بخش اول نداشتن. من اینطور بودم آقای شهر. آره دیگه نظرت مختلفه دیگه. آخه ببین تمام حرفای بچه‌ها درسته. من اگه سفید بدم یه ذره کار معذرت میخوام احمقانه انجام دادم. یعنی من شما داشتم اینجا دلایلی که آوردی دلایلی به درد این برنامه نمیخوره. بابا شما چه مظالمینی هستی. شما داشتین اجرا اینجا که سه تا سفید بهش دادین بعد گفتین ما ایراداتشو میگیم. هی ایراد گفتین هی ایراد گفتین یه نکته مثبت هم نگفتین بعد سفید دادین. قرمز بده زیاد صحبت نکن. لا 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 لا. خب آقا من به هر حال چراغ رو روشن کن. بله. من میدونم این گروه پتانسیل بالایی داره، کارگردان باسوادی داره، میفهمه داستان چیه، میدونه باید از این به بعد چی کار کنه، ولی هدف برنامه ما خندیدن و خندوندنه و من نخندیدم و با عرض شرمندگی قرمز شدم. قرمز. خیلی خوب. بچه ها از شما فعلا خداحافظی میکنیم. آخر برنامه که چند دقیقه دیگه است خدمتتون میرسیم. خواهش کنم بفرمایید. خیلی خوش اومدید. ماشاءالله به شما. ماشاءالله به شما. بریم برای قسمت نتیجه گیری و قسمت های پایانی و انتخاب های شما و شور شما و دست به افتخار این دوستان و اون دوستان و اون دوستان. متشکرم. به 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 بچه ها بیان اینجا بیان اینجا بیان اینجا بیان اینجا بیان اینجا خسته نباشین بچه ها خسته نباشین خسته نباشین خدا قوت خوب بود بچه ها خوب بود نظرتون رو سریع بگید نظر سریع نسبت به رأی داورا اینه که با احترام به این رفیق قشنگم ریتم کار ما خندوندن کار ما خیلی زیباتر بود و به نظرم این فر نبود من همچنان دارم تون حرف میزنم و فکر کنم این بذاره یه قرص اعصاب بخوری یه خود آروم شیش اما اما بچه ها ایشالله که ادامه میدین دیگه چون خواهد نیستش که همین خوبه میدونم ناراحتید الان حقم دارید ولی خب بالاخره یکی از قسمت‌های زندگیه دیگه ایشالله موفق باشی مرسی 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 بی
بیژن خانم بنفشه‌خواه عزیز. خیلی مخلص. چاکرم قربونه. چرا میخندی؟ خندیدی منم گفتم بخندم. بعد من میگم اخ خودم. نه نه نه. خیلی چاکرم. خوبی؟ مخلصم فرض شد. آقا چه خبر؟ سلامتی. خوش میگذره بگو بخند یا نه؟ مسابقه کمدیه. از اون بعدش دارم میگم. خوبه دیگه، جذابیت های خودش رو داره. هم حالا غیر از اینکه میخندیم اینش خوبه که حس میکنم که شاید بتونیم یه تعدادی آدم تازه کار شاید مثلا دیده بشن، شاید به دردشون بخوره، بتونن وارد این حرفه بشن. یعنی فکر می‌کنین برنامه این پتانسیل رو داره که این کارو بکنه؟ امیدوارم. شده که شب خواب چراغ قرمز ببینی؟ نه این چیه؟ یعنی هی قرمز، هی قرمز، نه، هی قرمز. بگی بابا چرا من به قرمز؟ حساب خیلی موقع رعایت میکنم، مثلا یه کسی داره اجرا میکنه چه من 2 دقیقه 3 دقیقه گذشته هی به قرمزه نگاه میکنم، دستم اینجوری میگم نه حالا مثلا رویش خراب میشه، بذار بریم جا. اینو برای بچه ها خیلی رعایت میکنه. چقدر تکنیک در رأی شما سهیمه و چقدر سلیقه؟ من بیشتر اعتراف کنم بیشتر سلیقه و حسی. فکر نمیکنم آخه بیشترش سلیقه باشه، بالاخره تکنیکی هم حسی بگیم شاید بهتر باشه. حسی. من بیشتر حسی رأی میدم تا تکنیکی. ما یه سری بچه‌ای داریم اینجا سیت داون کمدی، بچه‌ای که معنویت دارن. بله. و خب انصافا میدونم چی میخوای بگی. آره اثر میذاره. چه دیدی میگی؟ هی به ما میگن نادیده بگیرید، ولی حسام اعتراف کنم نمیشه نادیده گرفت. من نمیتونم. آخه خب مثلا ولی حس ترحمشون بود. نه نه ترحم نه. آدم میگه مثلا با این شرایط دمشون گرم که تونست منو بخندونه و لب. شاید اگر مثلا در سلامت کامل بودن نمیدونم چی میشد. ولی میخوام بهت بگم تاثیر میذاره. آخه ببین یه سرشون هم خیلی خوبه. خب نعمت نه نه میگم الکی ندادم. نعمت عالی بود. نعمت عالی بود. یادم یه دختر خانومی هم خیلی خوب بودن. بله لاله یا لیلا فهم کنم اسمش لیلا بود. بله بله رو ویلچر بود. بله 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 داشت نه مستحق بودن، اینجوری نبود که مثلا حقشون نباشه، ولی میگم ته ذهن آدم اثر میذاره. آها خیلی چقدر خوبه که انقدر صادقانه خدا وکیل من نیدیدم. جدی میگم قربونت برم. آقا خیلی ممنون بخاطر صادقانه جواب دادن. خواهش میکنم. دم شما گرم. باز میبینیم اتون. قربونت برم. مخلصی. متشکرم. مرسی. قوت به همه داره عزیز و قشنگمون. خیلی مخلصیم. همتون گرم. خسته نباشید. آقا برنامه من اینجا بعد میرم اونجا دیدم نیست. آقا برنامه نظرتون چیه راجع به امشب کلا؟ امشب یه گروه واقعا ترکوندن. مرسی خانم نظام. شما چی نظرم باشون؟ یکیه. یکیه؟ آره یکیه. به خاطر اینکه واقعا درست دارم میگم. ما 100 جور ناله نفرین رو تحمل میکنیم، یه قرمز میدیم ایشون همون موقع باطل اعلام کنه. دل رحمی میخوام تو فضای مرکزی همه بگم خانم نظام دوست چقدر درست کنه، آقای بنفشه خواه، آقای بنفشه خواه، یه ما سه تا شم یه دقیقه گوش بدین آقا. ما دواسو دواسو دوزا خرد بفرمی. اصلا به این توجه نمی کنم، به خدا هر جای دیگه بود که مثلا حتی دوربینی هم نبود و من قرار بود رای بدم سفید میدونی من رای سفید. چرا؟ برای اینکه ببین بچه ها با یه انرژی میان یه ضد حال میشه. خب شبتون بخیر خانم ها آقایان، بینندگان عزیز شبکه این نسیم. 5 تا گروه شرکت کننده داشتیم در برنامه امشب. افشین عزیز، مردی از تهران، استنداپ کمدین، بچه های آبادان، گروه 21، شایان و کیوان، بچه های تئاتری اصفهان به کارگردانی خانم ابتهی، خانم صمدی با یشمل خان، بله یشمل خان و خانم مبینا خیری که جوان‌ترین شرکت کننده هم فکر کنم و 17 ساله از تهران استنداپ کمدین. و اما رأی هیئت داوران برای اینکه ببینیم چه کسایی یا چه تیمایی مستقیم میرن دور بعد و آیا شانس مجدد داریم یا نداریم از بین 5 تا گروه شرکت کننده که بعضیشون گروه تک نفری هستن دیگه. منم اینو نخوندم تا حالا. آها این ورش نوشتیم. خیلی ممنون از اینکه مشورت کردید با هم دیگه. توضیح واضحات ندم. 2 تا تیم طبق چیزی که الان من دارم میبینم مستقیم میرن دور بعد خانم ها آقایان و 1 تیم یا 1 نفر، به هر حال اون 2 تا هم میتونن 1 نفر یا 1 تیم باشن دیگه، من همه رو تیم صدا میکنم، میره شانس مجدد.
و با دو تا تیم خداحافظی میکنیم انشالله سالهای دیگه. شانس مجدد اول بگم؟ نمیدونم، هرچی دوست داری. آره شما چه دوست داری؟ من سر شانس مجدد یه ذره دودل شدم واقعا؟ آره. خب پس بذار اول دو تا تیم مستقیم صعود کرده رو بگم. بفهم. تیم اولی که صعود کرده فکر کنم با رأی قاطعی هم صعود کرده تیم افشین. خوبی؟ خوبی. تیم 21 بچه های نمایش بی صدا از آبادان. بچه ها مستقیم دوره بعد بهتون تبریک میگم، خیلی شما کارتون درسته و تحت تاثیر قرار دادید همه رو فکر میکنم. و اما یه نفر دیگه یا یه تیم دیگه دوره بعد، یه نفر دیگه یا یه تیم دیگه شانس مجدد و دوتا هم حذف شده داریم. من خیلی تشکر میکنم واقعا از زحمات چهار گروه دیگه و میخوام که بگم افشین عزیز متاسفانه به دور بعد راه پیدا نکردن، حذف شده ما هستن. یکی از حذف شده ها براشون دست بزنید. خواهش کنم. عاشق خنده هاتم. متشکرم. ولی میکروفون داری که بتونی خداحافظی کنی؟ آره. این میکروفون رو نمیشه ببری خونه. آره. خیلی ممنون که اومدی. تو فکر کنم کلا خنده رو لبت هست نه؟ معمولا میخندم، کم پیش میاد ناراحت میشم. الان چی؟ الانم خب ببینید ناراحتی داره حذف شدم، ولی خیلی ناراحتم کنه اونجوری نیست. خیر، زنده باشی. بود برام که ادامه بدی. و اما بریم سراغ تیم بعدی که مستقیم صعود میکنه، تیم بعدی که شانس مجدده و یه تیم هم باید بینتون حذف بشه. از بین تئاتریای اصفهان خانم صمدی و خانم خیری. خب با ترجمه که خانم خیری دوستان در حال تحصیل هستن، فرصت زیادی دارن برای به هر حال ادامه کار هنریشون و خب به هر حال ممکنه که الان اولویتشون تحصیلشون در رشته پزشکی یا هر چیز مربوط به اون باشه، هیئت داوران تصمیم گرفتن که ضمن تشکر از زحمت خانم خیری با ایشون امشب خداحافظی کنیم، مستقیم بفرستیمشون دور بعد که سری بیان. بله ما من امشب خداحافظی کنه بره خونه دیگه، دیره آخه سنی ندارن ایشون، بره خونه باشه. تعلیمت باشه. متشکرم. دو تا تیم دیگه کلن باقیمون، خانوم صمدی عزیز و بچه های اصفهان. یکی از شما دو تا بزرگوار، یعنی دو تیم بزرگوار تشریف مرید منزل، با تمرین بیشتر برمیگردی خانوم صمدی. متوجه شدی؟ و خانوم افتایی بچه ها یکیتون هم شانس مجدد. خودشون با هم مشورت نمیتونن بکنن، یکیشون بمونه یکی بر انتخاب کنن ببینیم چی انتخابشون. ما قرار شد اگه شانس مجدد هر کدوممون رفتیم از همدیگه استفاده کنیم تو کار بعد. آها، یعنی استفاده بکنیم. بله. عالی شد، عالی شد. حالا من نمیدونم شما از کدومه که از این چهار تا عزیز میخواین استفاده کنین، ولی از خود کارگردان فکر کنم. اونا شاید بتونن. خیلی خوب. ولی خب زیادم لازم نیست بهش فکر کنین، چون شما اصلا مستقیم نرفتین خانم صمدی به دور بعد و شما شانس مجدد هستین. خانم صمدی شانس مجدد و مشخصا گروه نمایش اصفهان که خیلی اختلاف نظرم در موردشون زیاد بود و به هر حال کارشون هم چالش زیادی داشت و نظرات ضد و نقیض بین همه کسایی که دیدن هم وجود داشت، شاید مثلا با یه کار مناسبتر برای یه برنامه‌ای که طراحی میشه برای خندوندن مردم، انشالا زودتر ببینیمشون. خیلی ازتون متشکرم، با همتون خداحافظی میکنیم، مخصوصا با تیمایی که رفتن مرحله بعد. چون شما رو میبینیم اون عزیزانی که امشب میخوان کلا ما رو ترک کنن فقط بمونن. بفرمایید. خواهش میکنم. خوش اومدین گروه 21، خوش اومدین خانم مبینا خیری، خوش اومدین و شانس مجدد خانم صدف چی بود؟ صمدی. آفرین آقای روا. من انصافا بین افشین و خانم صمدی برای شانس مجدد گیر کرده بودم، چون افشین
خیلی موجش خوبه و همیشه هم چهرهش خندانه. از اینکه اصلا در این مرحله حذف شده اصلا ناراحت هم نیست، ولی خب متنش خوب نبود دیگه. بله و اینا خیلی دوست داشتنی هست، ولی ما ناراحتیم دارن میرن. نیستیم؟ من نه، شما ناراحت. خانم ابتهی، ما هممون به شما افتخار میکنیم. شما با سن کمتون مسئولیت یه گروه نمایشی دارید به عنوان دختر ایرانی و من بهتون تبریک میگم شخصا. امیدوارم باز شما رو ببینیم، همه بچه ها رو زنده باشین. بچه ها لبخند بزنید و امیدوارم که موفقیتتون رو خیلی زود ببینیم. خیلی متشکرم. اگه صحبتی داریم بفرمایید. نه من خیلی تشکر میکنم، خیلی تجربه جذاب بود این برنامه برای من. خیلی استرس بود، خیلی سخت بود با توجه به رفت و آمد زیاد ما، ولی تجربه خیلی جذابی بود. از نظراتتون خیلی استفاده کردم و خیلی برام جذاب بود. حتی این اختلاف برداشته برای من نکته قابل تأملی بود و از همه دوستانم و حالا فامیلای کمی که اینجا داشتیم و زحمت کشتن اومدن تا این موقع موندن بازم تشکر میکنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بزرگوارید، ممنونم. افشین عزیزم که صحبت کرد. بچه شما به عنوان بازیگر اگه جمله ای دارین خواهش میکنم. تجربه خیلی خوبی بود، ممنون که ما رو پذیرفتید و کاملا نظرات داوران منطقی درست و خوب بود. قربونت برم. اولیشونه که لحجهش برگشت به حالت کارخانه. آره. خیلی ممنون. و اون عزیز دلم که فکر کنم سنش از بقیه کمتر. عرض ادب. این قیافه رو داشته باشین چون قراره خیلی زود ببینین. مرسی. متشکرم. ممنون از نگاهتون، داورای محترم، تماشاگرای عزیز و فارغ از اتفاقی که امشب افتاد مثل خود تئاتر ما هم هستیم. متشکرم. زنده باد. خیلی متشکرم. باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی خوش اومدید. از اونجایی که افشین چشم داشت به میکروفون ما، من اینو بگیرم. آره. شما رو بدرقه میکنیم با دسته تماشاگرها. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بچه خدا قوت، دم همتون گرم. متشکرم. خانم صمدی بگو. من که برای شانس مجدد یگانه رو با خودم دارم. رفیق شدیم حسابی. بله. جای یشمن بخوای بیادی؟ خیر، جای خودمه. خب خانم خیری، به به به. آماده ای برای دور بعد یا نه؟ بله، من چون حدس میزدم، گوشه زنم حدس میزدم برم مرحله بعد. آماده شدم. چشای من نگاه کن، حدس میزدی؟ حدس نمیزدم با چهار رای، ولی میدونستم میرم مرحله بعد. آفرین. آماده کن. برو چل برو بایی چی؟ افشین. افشین. تو اینجوری شو. میخنده. میخنده. یعنی این داره به ما دلداری میده که من نرفتم بالا. هیچ ایرادی نداره. تو چه خوبی دیگه اصلا. ادامه میدی دیگه. ببینیم چی میشه. نه جدی بابا، نه ببینیم چی میشه. یعنی شاید بذار کنار. ببینم. نه کمدیو من دوست دارم. خب حالا استنداپ باشه هرچی باشه. آها، آفرین آفرین آفرین. مرسی، ممنونم. کیوان و شایان هم که دیگه هستین، میبینیم اتون دیگه. ببین بچه یه چیزی بگم، خیلی خوششون اومده بود. یعنی من با داورا حرف زدم، خیلی خوششون اومده بود و برای مرحله بعد خیلی سخته کارتون. اینو الان خیلی دارین کیف میکنید، ذوق دارین، اما مرحله بعد نترکونید واقعا دیگه میزنه بیرون. از الان تمرین میکنید دیگه. ما برای مرحله دوم الان اومدیم. برو کردم. ما همچین بچه هایی داریم. دم همتون گرم. متشکر، ممنون. الهی که اتفاقای خوب تو زندگیتون بیفته. خدا حافظه همه جون. متشکر. خانم آقایان، بیننده های عزیز که از شبکه نسیم ما رو نگاه کردید، خیلی منت گذاشتید، خیلی محبت کردید، خوشحال شدیم کنارتون بود. امیدوارم که ما رو بازم دنبال کنید. ما در دور مقدماتی بگو بخند هستیم و این برنامه با قدرت ادامه داره. بچه های خود شما، کسایی که دوست دارن لبخند رو لب شما بیارن، اینجا با هم دیگه رقابت میکنن به امید اینکه تعداد زیادی از کسایی که در آینده برای شما خاطره میسازن از بین همین بچه ها پیدا بشن. از داورا ممنونم، از تماشاگرها خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم به افتخار خودتون دست بزنید. زنده باد. از طرف من باهاتون رو ببوسید. خداحافظ.